تو این ویدیو برای اولین بار اومدیم یکی از محله‌های آروم تهران، بله محله شهر زیبا. خیلی از شما عزیزان از من خواسته بودید که بیام داخل این محله ببینیم حال روز این محله به چه صورته. با من همراه باشید، بریم لذت ببریم از تمام این آرامشی که این محله میتونه به آدم بده. با من همراه باشید. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. قبل از هر چیزی دقیقا موقعیتمون رو بهتون بگم. ما در انتهای تقریبا خیابون آیت الله کاشانی یا همون آتاتورک سابق هستیم. اگه مستقیم مسیر رو امتداد بدیم بریم جلوتر همین آیت الله کاشانی و میریم سمت شهران و امامزاده داوود، جاده امامزاده داوود و کن، یکی از قدیمی ترین روستاهای تهران هم به حساب میاد. اینجا میشه بلوار تعاون، یکی معروف ترین ها. یه بازارم، یه بازارچه خیلی جمع جور محلی هم این پشت داره این برم که میشه سازمان آب یا همون جایی که تصفیه آب و یه شهرک سازمان آب هم هست. جز محله 40-50 ساله است و میشه گفت یکی از آروم ترین محله هست. حالا در ادامه حتما وارد خود بافت مسکونیش هم میشم، اونجا رو هم میبینید. حالا اینجا ایستگاه تاکسی ها و اتوبوس هاست، میبینید نوشته پایان کن، میره سمت کن از مترو صادقیه. میدونید که همون خیابون آیت الله کاشانی رو بریم میرسیم به فلک آریاشهر یا میدون آریاشهر. اونجا هم که دیگه فکر کنم خیلی هاتون اسمش رو شنیدید، ولی خیلی ها ممکنه اسم این محله شهر زیبا رو نشنیده باشن. و در ادامه میریم سمت بلوار شهر زیبا. ترافیک رو میبینید، این ترافیک ترافیک مدارس و اون سر ظهر شروع به محله هاست. هر جای تهران هم برید اینو میبینید. دست راست هم اگه اینجا بریم میره سمت میدون القدیر، همون میدون سنگی هم بهش میگن دیگه. اینجا هم یه عالمه مغازه فروش سنگ و سیمان و اینجور چیزا هم وجود داره. هرچی به سمت کن که میریم، حالا با هم دیگه بریم داخل خود بازارچه ببینیم چه خبره. یه زمانی اینجا پر از باغ و اینجور چیزا بوده، ولی کلن حالا هواش تغییر کرده و از اون بافت سنتیش خارج شده، ولی بازم میشه اون حال و هوای قدیمیش اینجا احساس کرد. این سبزیایی هم که میبینید اینجا تمیز کردن بسته 5 تومنه، اسفناج، ویشنی، تره، تروب. میشه گفت حال و هوای خوبی داده. یه بازارچه خیلی جمع و جور هم هست اینجا. تعمیرات سماورای قدیمی اینجا، من تابلوشو میبینم. یادتونه سماور زغالی؟ هنوز هم مردم وقتی میرن بیرون بعضی با خودشون میبرن آتیش که روشن میکنن، سماور زغالی ها رو هم یه جورای آتیش میکنن. اینجا یه ذره بافت آپارتمانیش بیشتر شده به خاطر اینکه اکثر خونه هاشو تخریب کردن و شده خونه آپارتمانی، ولی خود شهر زیبا یا بلوار شهر زیبا به این صورت نیست. حتما با هم دیگه میریم. این کوچه هم که توش بودیم کوچه بیگیه، ولی اسم قدیمیش من نمیدونم، ولی بچه هایی که اینجا بودن بهتر میدونن که اسم قدیمیش چی بوده. اینجا هم ادامه بدیم میره میرسه به بوستان جوان مردان، یکی از بوستای دره‌ای مثل نهجر بلاغه. ویدیوشو دارم، حتما هم در ادامه براتون لینکشو قرار میدم اگه دوست داشتید بوستان نهجر بلاغه رو ببینید، لینکشو قرار خواهم داد. ببینید چقدر سرسبز این محله. حالا اون باغایی که اون پشت تو سازمان ها مال حداقل 50-60 ساله توش از درختای کاجش مشخصه. یه هوای خوبی داره اینجا. یه چیزی که میتونم بگم که ظاهر اینجا رو تغییر داده وجود ترمیگاه زیادی که بر خیابون نزدیک میدون سنگی وجود داره، وگرنه از همه نظر جای مناسبیه برای زندگی. کسایی که دنبال آرامش خاصی هستن میتونن اینجا پیدا کنن. داریم میریم دیگه سمت محله و اون آرامشی که من این همه ازش صحبت کردم و در ادامه حتما خواهید دید.
هوای تهران هم امروز یه هوای خوبه، باد میاد، یه نمونه. چند روز هم بود که بارندگی داشتیم و همه اینا باعث شده بود که یه هوای خیلی خوب. خوشحاله بود سمبوسش؟ داشت سمبوسه میفروخت. اینجا یه چیز جالب، این خربوزه ها رو میبینید؟ حالا خربوزه مشهدی همه میشناسن، این مدل خربوزه رو نمیدونم چند نفر دقیقا میدونه، حالا گرمک بهش میگید یا خربوزه میگید، اسمش رو دوست دارم شما بگید هم تو نظرات و ببینم هنوز یادتون هست. شاید این میوه باشه شاید نباشه، چون بالاخره هر موقعیت جغرافیایی میوه مخصوص خودشو داره. ایران خودمون هم یه چیز خیلی خوبی که داره همون لیمو شیرینشه که دیگه یواش یواش فصل سرما هم که داره میرسه و عالیه. دیگه داریم نزدیک ورودی خود محله میشیم، محله شهر زیبا و بلوار شهر زیبا. پیاده رو میبینید دیگه، کاملا مناسبه. یه پیاده رو تقریبا 1.80 متر با موضوعی که مخصوص نابینایان. این کفتر چایی ها با یا کریم، حالا یا کریم ها رو من قهوه‌ای میدونم، اون کفتر چایی ها رو میرنگ یه جورای وحشی تر هم نسبت بچید، ولی خب تو سطح شهر تهران به مراتب هم یا کریم زیاده هم کفتر چایی. درخت های کاجی که میباهاشون میفته رو زمین و حالا هوای این منطقه رو به طور کلی تغییر داده. یه داریم وارد میشین، خودتون این آرامش رو من یواش یواش از داره کمتر صحبت کنم بیشتر احساس کنید. کوچه ها رو قیمت خونه و اجارش هم حتما بهتون خواهم گفت. وقتی وارد محله میشید دیگه کامل اون آرامش رو میشه اینجا احساس کرد. یه بدی که این شهرک قدیمی فرهنگی داره، این شهرک شهر زیبا، اون اولش که به قول خودمون ساخته شده یا تأسیس شده مخصوص فرهنگیان عزیز بوده. حتی اسم این خیابونم که الان داریم میره میره به بلوار شهر زیبا، خیابون فرهنگ هستش. هنوزم فرهنگ‌های قدیمی اینجا هستن. خیلی تعداد خونه‌هایی که اینجا حالا چه واسه فروش باشه چه واسه اجاره باشه تو این شهرک خیلی کمه، چون همه قدیمی‌ان و واقعا دوست دارن این محله رو. این الان خیلی دنبال آرامش هم هستن دیگه. من خودم جز از کسایی هم که همیشه دوست دارم محیط اطرافم آروم باشه. داریم میریم سمت بلوار شهر زیبا. یعنی اگه من صحبت نکنم اینجا هیچ صدایی نمیاد، نه ماشینی رد میشه نه چیزی. یک کوچولو با هم دیگه قیمت های اینجا رو ببینیم. الان یه 93 متری 6 میلیارد، متری 64 میلیون، دقیقا تو همین بلوار شهر زیباست. یه 90 متری 6 میلیارد و 700 تقریبا، متری 74 میلیون. حالا پایین تر که رفته بودیم اول ویدیو یه ذره گرون تره، 78 متری 6 میلیارد، متری 75 تومن. یه 77 متری 6 میلیارد، متری 77 تومن. یه 110 متری، متری 90 میلیون تقریبا 10 میلیارد. و یه دونه برج 85 متری 9 میلیارد و نیم، متری 110 تومن. میبینید الان خیلی از عزیزانی که اینجا تو این پارک ها میشنن و وسایل اون بوستاناشو استفاده میکنن از قدیمی خود محله، یا نوجوانایی که حالا با موتور و دوچرخه اون گوشه وایستادن و پاتوقشونه. اینجا بلوار شهر زیبا هسته. اون دوتا نوجوانه
دخترم قشنگ مشخص ویدیو برای حالا تیک تاک یا اینستا هر کدومو نمیدونم میگیرن و کلیپای باحالی بود. من حالا ازشون فیلم برداری نکردم، گفتم که حریمشون حفظ بشه. اینه که این محله خاص میشه سر همین خلوتی و خوب بودنش. دید من میبینید چقدر جاهای دنجی داره اینجا. حالا من یاده میدونی کجا میافتم اینجا رو میبینم، بلوک شرق اروپا، حالا کشورهایی مثل بلغارستان، مثل رومانی، سربستان، همه اونایی که حالا یه زمانی زیر نظر شوروی بودن، اکثرا ساخت و سازشون به همین صورته. یعنی محلهای قدیمیشون که حالا خیلی مورد استفاده قرار میگیره دقیقا همین شکله. برام اون حس رو تداعی میکنه و این فضای سبزی که همیشه تو اون معماری و شهرسازی در نظر گرفتن واقعا عالیه. نمای آجوری سیمانی که دقیقا میشه گفت معماری 70 سال پیش 60 سال پیشه تو دنیا، به خود 50 سال پیش تو این ناحیه ازش استفاده شده. پارکینگ ندارن، یعنی فضای کافی. یعنی یکی از ایراداتش اون زمان به خاطر اینکه حالا خیلی ماشین استفاده نمی کردن و محیط اطراف خود این شهرک ها رو به عنوان پارکینگ در نظر می گرفتن. داریم از این تعداد شهرک هایی که حالا تو جای جای تهران هست، حتی جنوب تهران هم من اگه خاطرتون باشه بهتون به نمایش گذاشتم، سمت یاخچی آباد. اگه ویدیوشو ندیدید حتما تماشا کنید. هوا یه نمونه سرد شده ها، یعنی ما دیگه داریم ماه آخر پاییز نزدیک میشیم، تازه هوامون داره سردتر میشه. میبینید چه آرامشی بود اینجا. برگردیم بریم سمت میدون سنگی که بهتون گفتم، اون تعمیرگاه. تنها ایرادی که این ناحیه داره فقط اونه، ولی خب باز از این بافت یا این شهرک شهر زیبا به دوره. میدونید بعضی موقع این شهرک های مدیریت یا هیئت مدیره خوبی داره. الان من این تابلو رو دیدم نوشته جمعه 19 آبان برگزاری مجمع عمومی 1000 واحدی شهر زیبا. دقیقا 1000 واحده اینجا. به من اینو نمیدونستم، اینجور اطلاعات آدم وقتی وارد اینجور محله ها میشه به دست میاره. همین که دارم مجمع میذارم برای اینکه که ببینن مشکلات چیه و بهش رسیدگی کنن. اینجا زده دبیرستان ماندگار نمونه دولتی، بکنم دخترونه باشه، حالا شاید هم پسرونه است. تأسیس سال 1341، که خودتون حساب بکنید دیگه. الان متد درسی یا تحصیلی ما 6 سال 6 ساله. 6 سال اول دوره حالا ابتدایی، 3 سال دوره اول، 3 سال هم دوره دوم. دور برگشتیم به اون اصلی که بوده بعد از 2-3 بار تغییر از نظام قدیم گرفته تا نظام جدید که الان دوباره شده 6 به 6. این هم که میبینید مسیر مخصوص دوچرخم دور تا دور اینجا وجود داره، یعنی فضای کافی بوده و استفاده کردن. اینجا هم یه دبستانه مال 1350، مسلماً اسمشون قدیم یه چیز دیگه بوده. یه چیزی که اینجا داره کانون اصلاح و تربیت تهران، حالا نمیدونم چند تا از این کانون ها هست، برای کسایی که حالا زیر 18 سالن جرمی مرتکب شدن به اتفاقی افتاده، این دقیقا حالت ندامتگاهیه که اینجا وجود داره. خیلی هم قدیمیه، این چیزی که تو ذهن من هست خیلی قدیمیه. نمیدونم این چیه اینجا دارن میزنن، تازه هم دارن درست میکنن.
میبینید دیگه از اینجا شروع میشه. الان ماشینای شخصی دیگه کسایی که نمیتونن اجاره مغازه رو بگیرن شدن مکانیکی سیار. یعنی ما صافکاری سیار داریم، هم که تعویض شیشه و شیشه دودی بود و هزاران شغل کاذب دیگه. اینجا دقیقا همون راسته تعمیرگاه هاست که بهتون گفتم دیگه، کل یه تیکه فقط تعمیرگاه وجود داره همین روبرومون که دارید میبینید تو تصویر. من میدون سنگیه به خاطر اون سنگی که اینجا وجود داره، ولی خب الان اسمش القدیر. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.